جناب دکتر، من دو سه مسئله شما گفتید که من میخوام دونه دونه اینا رو یه ذره بازش کنم. اولا که ببینید این مسئله هیچ ارتباطی به کاپیتالیسم نداره. اصلا این ارتباطی به سیستم، بگیم حالا ما نمیدونم کمونیست خوبه فلان، این ارتباط به اون نداره. شما تو کمونیست هم ممکنه حزب کمونیست فرض کنید روسیه بیاد اختلاس کنه، اون ارتباط به سیستم کمونیست نداره، ارتباط به ابیوز کردن یا سوء استفاده از موقعیتایی که به وجود اومده. پس این بحث کپیتالیسم و سوشالیسم و فلان اون بحث جداییه میتونه بکنه. یه مسئله که جناب دکتر گفتن که من به نظرم بسیار بسیار خوبه و ما اینو وقتی یه شرکتی ران میکنیم، یه کاری میکنیم، کاملا مشخصه. مثلا این مسئله پاداش در مقایسه با اون چیزی که شما به جامعه میدید. در یه شرکت هم ما میگیم پاداش نسبت به اونی که اون بونس، ارتباط به اینه که کانتریبیوشن شما به اون شرکت چقدره، چقدر کانتریبیوت میکنید. حالا بعضیش کانتریبیوشن کلیه، میگیم آقا این شرکت سودش رفته انقدر، هر کسی به نسبت فلان میگه، بعضی نه شما رئیس سیلزین، خب بیشتر فروختین پس کانتریبیوشن تو بیشتر بوده، یکی رئیس کوالتیه، کوالتی رو بهتر کرده. بس این مسئله درسته، ولی من جناب دکتر با مسئله برابری مشکل دارم. یعنی به نظر من اصولا برابر وجود نداره، برابر نیست، اما تناسب مهمه. یعنی ما نمیتونیم بیایم، یعنی میجرمنتی نداریم، واحدی نداریم که بگیم دو چیز، یعنی در دنیا هم شما دو چیز برابر نمیبینید، به دلیل اینکه سیستم اتمی و فیزیکی و ایناش بخوایم هیچ چیزی برابر وجود نداره. یعنی این نیست که ما بگیم چون شما به دنیا اومدید پس تمام دنیا همه چیز ما برابره، اما تناسب داریم. یعنی اینه که یه کسی، شما میخواید بگید که مثلا فرض کنید که این، البته ببینید یه چیز دیگه هم گفتم قبل از اینکه، شما گفتید برابری در رنج، من میگم باید برابری در رفاه باشه، مینیمم رفاه، مینیمم رفاه. ولی مثلا من میدونم که چون قبلا شنیدم چون جناب دکتر عقیدهشون بر این هست که باید یه مینیمم اینکامی به مردم داده بشه، من نظرم این است که اگر کنترل قیمت رو بتونیم بکنیم که بالا نره هیچ اشکال نداره، اما به معنی که ما به مردم پول بدیم قیمتا رو میبرن بالا، میشه همون آش و همون کاس. نه جرام واس، بذارید نه ببینید، چون دو تا مطلب فرمودید بذارید با هم حلش کنیم. من چقدر عالی. آره ما با هم به جون هم افتادیم. ببینید معمولا کتابی که خدمت من خواستم فقط شما رو خوشحال کنم. آره ما باید بریم یاد فکرم آگهی پخش کنیم یا چیز. نه بذارید من یه جمله کوتاه عرض کنم. ببینید من اگر کتابم نمیدونم اگر اینجاست من میارم، مثلا یکی از فصلهای من از 15 فصلی که در بخش اول این است که آیا نابرابری ضروری است، یعنی اصلا عنوان بحثه. بنابراین با این واقعیت آشنا هستم که مفهوم نابرابری مقصد در معنای یکسانیش نه، ولی همینقدر که 2 سالشه که 20 سالشه که 80 سالشه، همه چیز رو به هم میزنه، عامل سن برابری رو به هم میزنه. اما شما میتونید بگید در طول زندگی یه آدمی که 2 سالشه و 10 سالشه و 40 سالشه، این مجموعه باید از یه حد برابری برخوردار باشه. نابرابری نه قابل توجیه، اصلا یه رویکرد نیست که ما برگردیم بگیم انسان ها متفاوتن، اگه شما سیاهید یا سفیدید یا امریکایید یا ژاپنی هستید یا کسی دیگر هستید، نه، اونجا رو اصول، چون رویکرد است و اساس در حقیقت یه نظام اجتماعی بر اصول اخلاقیشه و مسئله عدالت و انصاف و محبت به من و شما این پیام رو میده که یه حداقلی از برابری رو ما احتیاج داریم. این برابری معنی یکسانی نیست، این برابری در امریکا اومده به این گونه توصیف شده، برابری در فرصت. شما وقتی در امریکا میگید ما برابریم اصلا نمیگید ما برابریم. ولی چیزی که من متوجه شدم این مکانیزم توزیع رنج چیه، چجوری میخواد رنج رو توزیع کنه؟ ببینید جام میبودیم، بذارید عرض کنم برگردم، چون جناب محاسبم فرمودن ما میایم میگیم که یه فرودگاه میسازیم، خب یه جاده میسازیم، هزینه داریم، خب ما میتونیم برای اثبات این که این هزینه باید در چارچوب مالیات تصاعدی باشه که هم عادلانه و منصفانه است، هم مورد قبوله، هم فقیر هم ثروتمند، که این یه دلار بده اون 10 دلار بده اون 100 دلار که در بحث قبلی داشتیم، میگیم استدلالی که از روانی میکنیم اینه که بحث رو بیاد وارونه کنیم. برای که وقتی شما از مردم میخواید که برای ساختن این ساختمون پول بدن، دو تا راه دارید، یکی بهش میگید که بیا کار بکن، یکی میگه پول بده. و شما اگر شرایطی به وجود آوردید که تونستید به مردم بگید ما به جای اینکه از شما پول بگیریم کارتون رو میخوایم، یعنی همه آدم ها... بنابراین آدم پولدار خزینه شون رو باید بیشتر بکنیم،
به همجز که هزینه یا نه رنج آدم هایی نه نه ببینید اصلا به خود وارد بحث رنج نشید بحث رنج شما هست استفاده جناب میبودی شما از رنج استفاده نه 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 خیلی ساده است برای که شما وقتی این بحث رو میکنید میگید وقتی از تو پول میگیرم رنج بهت میدم شما اینو بپذیرید مساوی شو یعنی من حرفم این است که یه ساختمون شما در رنج مفهوم اقتصادیه اومد معلومه مفهوم اقتصادی چرا شما بهتون پول میدم برای یه ساعت کارتون برای که رنج میکشید چرا شما بعد از 6 ساعت دیگه میگید نمیخوام کار کنم برای که از یه طرف لذت شما به خاطر مارجینال یوتیلیتی مطلوبیت نهایی ارزش دلارتون اومده پایین از جهت دیگه دردتون اومده بالا رنجتون اومده بالا که میگید من 6 ساعت کار نمیکنم ولی اگر خدای ناکرده فرزندتون مریض شد میاد میگید من 10 ساعت کار بده چرا برای که حالا پول برای من ارزشمند داره نه اینا مسائلی است که به نظر من اکثر اقتصادی کاملا شکافته شده است عرض من این بود که برای توجیه مالیات تصاعدی میگن اگر شما به اصل برابر چون ببینید شما وقتی میگید مالیات تصاعدی میگن آقا اصل برابری رو به هم زدی چون این باید یه دلار بده اون 30 دلار بده میگن نه قصه در این است که این یک دلار بر این آدم رنجش مساوی اونه و شما در یه جامعه حداقل عدالت رو از جهت درد و رنج و لذت مساوی کنید برای که پولا برای آدم ها مختلف و متفاوت هستن یعنی درجات متفاوت دارن یعنی عرض من این است که در استدلال برای اینکه مالیات تصاعدی درسته یه بحث تو چارچوب پوله ولی یه پول در چارچوب این است که شما از پول یک چه مقدار از با داشتنش از رنجتون کم میکنید چه مقدار وقتی ازتون میگیرن به رنجتون اضافه میکنن و به همین جد است که مالیات تصاعدی بر اساس پول و لذت و دردی که پول به وجود بیاره در انسان قابل توضیح و توجیهه یعنی باز جمله‌مو یه بار دیگه تکرار میکنم خاطرم مست بشه حرفمو زدم ما اومدیم گفتیم برابری رو میپذیریم بعد میگن مالیات تصاعدی چرا همه مساوی پول بده حرف این است که این درست نیست به دلیل بحث مطلوبیت نهایی به دلیلی که بسیار خوب آدم‌ها رو در شرایط مساوی قرار بدید بگید شما همه میتونید بیاد یه روز کار بکنید یا 100 دلار پول بدید من یادم مثلا بهم گفتن بیا یه روز کار بکن توی یک جاده میگم 100 دلارم بود یکی دیگه میگه نه من چون برم خودم یه جا کار بکنم 20 دلار میگیرم 100 دلار نمیدم یه روز میام کار میکنم بنابراین شما به این آدما فرصت دادید و در مسیر برابری حرکت که فرود خانم هم دارن سر بنده رو یه جوری میکنن میخواید آگهی برید یا ترانه من میگم برید اول آیه دکتر اول بیاین حالا برابر ازشون بگیریم بعد تصاعدی چون بگیریم برابر هم نمیدن برابر هم نمیدم ناخه یک کسی که مثلا کارمنده 20% 30% میده اونی که میشه مثلا فرض کنید آقای جف بیزوس 3% میده این برابر نیست حالا اول برابر بگیریم بعد سر فرصت تصاعدی جناب محاسب همیشه تونستن مشکل رو به صورت عرض کنم ارباب رعیتی حل کنن چی کار میکنی شما خب امروز چهارشنبه از همینان هم 31 ژانویه است چیزی هم به 22 بهمن باقی نیست یادم باشه امیدوارم توی یکی از برنامه ها بتونم خاطرات اون دوره رو با شما در میان بگذارم روزهای پیرت انگیزی در تاریخ ایران بود با آقای سعید محاسب عزیز از این بر استودیو و همچنان دکتر فرهنگ اولاکویی دکتر فرهنگ رفتن الان برمیگردن در برنامه خواهند بود آقای محاسب تا اینجا تا اگه مخالفتی دارید بکنم بکنیم تا زود تموم شه من آخیش میگم برابر اصلا من اسم کتاب اسم کتاب من دومیش You are not them یعنی شما اونها نیستید نیستید یعنی ببینید من فلسفه‌ام در اصلا اصولا در اینه که ما یواش بگید یواش یواش بگید من فلسفه‌ام بر این است که حالا این کاش که اگر تلویزیون بود یا یه جوری من اینو میتونستم نشون بدم براتون توضیح میدادم ببینید آی بودی من الان دارم یه چیزی گذاشتم دو تا آیتم گذاشتم میگم این نقطه یکه این نقطه دوه این خوب. نقطه یک و دو بس کنید این ور اتاق تا اون ور اتاق اگه یه خط بکشید چند تا نقطه رو این خط هست بی نهایت آفرین حالا فکر کنید این از سر در تا دیوار هر اتاقی که نشستید
حالا بیایم بریم وسط اینجا یه جای هر جوری دوست دارین، اونجایی که فرض کنید چراغ پریز چراغ برق هست همه دارن، ببینید از اونجا تا سر در چقدره، از اونجا تا دیوار چقدره، اگه خط بکشید چند تا نقطه روشه، با همش بی‌نهایت، همش بی‌نهایت. پس همون قدی که شما تا یه ور فاصله، حالا اون اونجایی که تصور کردید چراغ برق وسط بوده، بیارینش اینورتر، بیارینش طرف اینور دیوار، بازم بینه فرقی نمیکنه، بازم بینه. اگر نقطه اون طرفی که در درر ما بگیم نقطه به دنیا آمدن ماست و نقطه در دیواری که اون وری که تصور کردید بگیم نقطه مرگ ماست، چه شما 8 سالتون باشه، چه 18 سالتون باشه، چه 80 سالتون باشه، به اندازه بی‌نهایت نقطه تصمیم جلوی رویتون هست که تصمیم بگیرید و زندگیتون رو عوض بکنید. همینطوره. آره. آیا اینها همه به یک اندازه و یک چیزن؟ نه، من در 8 سالگی یه تصمیم میتونم بگیرم به اندازه فهمم، شعورم، موقعیتم، در 18 سالگی یه چیز، ولی همشون قابلیت بی‌نهایت دارن برای شما. یعنی من باورم در این است که همه ما یک آره انوایرمنت مهمه، از کجا به دنیا بیایم مهمه، ولی شما یه لیدر نمیشید به خاطری که پدرتون لیدر بوده، ممکن اون پوزیشنو بگیرید ولی لیدر نیستید، پوزیشنو بهتون دادن. شما ممکنه که یه پولی داشته باشید ولی شما پول در نیاوردید، شما یه استفاده کننده اید از اون چیز، مصرف کننده اید از اون چیز. پس نکته من در اصل در اصول اینه که اصلا اصولا اینی که ما بگیم دو چیز برابرن، به نظر من برابر، هیچ نقطه در هیچ ثانیه‌ای، برای که من که این شرکت رو دارم، شمایی که این کار انجام بدید، خانم فروده، هر کدوم ما خانوادهمون از یه جا اومدن، یه تحصیلاتی داریم، یه آی کیوی داریم، یه مقداری فرض کنید فرزندانمون فرق میکنن، پدر مادرمون فرق میکنن، شهرمون، محلمون، دوستانمون، اونجایی که کار میکنیم، همه چیمون متفاوته، ما هیچ چیزمون برابر نیست. فقط به دلیل اینکه ما به دنیا آمدیم این ما رو برابر، یک در اون نطفه هم برابر نبودیم. یعنی تغذیه مادر من با تغذیه مادر شما کاملا متفاوت بود. پس سیستم باید یه جوری باشه که این نابرابری رو به تناسب، همونجوری که آقای دکتر گفتن، ما بتونیم تنظیم بکنیم. ممنون. بنابراین جامعه بی طبقه و جامعه بی طبقه تویدی حرف مفته. باز از اون نتایجی گرفتین آقای بودی. خب آقای دکتر هلاکویی هم آمدن، ایشون یواشکی یک یواشکی گفتن، اعتراضاتی یواش. نه نه چرا، مسئله نیست دیگه. خب میخوایم ترانه انتخابی آقای سعید محاسب رو هم گوش کنیم، برگردیم و برنامه رو پی بگیریم. موافقی دکتر لکویی؟ با کمال میل. موافقی؟ من موافقم، به شرطی که خانم فروده توجه بفرمایید به من بگم من ترانه انتخابیم چی بود. نه انتخاب نکردی؟ گفتید که یه چیزی بود. اصلا انتخابم نابرابری رو از بین میبره. بعد انتخاب دیگه نکرد. پس گوش میکنیم به ترانه انتخابی فرهوده. پی میگیریم هم یعنانم آقای دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز هستیم و آقای سعید محاسب. ترانه انتخابی خودتونم بود. این هم من دوست دارم. قبلا انتخاب کرده بوده نیست؟ بله، میگه کرم شبتاب آمد و من عصایی داد و من رو شعرم از حفظم ترانه همون قسمت چه بلده ترانه والا بنده بیگناه هم برد. بریم سر یه محپس دیگه. موافقید؟ شما برنامه شما شامل. این مفهومی که این روزا خیلی مورد توجه ایرانی هاست، چه در داخل چه در خارج، یعنی تمرکز دارن مدت هاست روش، موضوع رهبریه، موضوع رهبری، و اشاره میکنن به این که بالاخره شما به هر ترتیبی شما بخواد بدویدن با یه نفر سوده بس آغاز دویدن رو به صدا در، یه نفر باید کوچه به میدان وایسه و شما رو هدایت بکنه. میخوام ببینم نظر خود شما چیه. جامعه بودی یه موضوع پیچیده است. اولا با توجه به توضیحی که فرمودید، ما یه پیشرو داریم، یه مدیر داریم، یه رهبر، و اینا سه تا چیز متفاوتن. حتی برخی از اوقات آنچه که به عنوان شرایط یک مدیر خوب هست با رهبر حتی متفاوت و متضاده، و میشه به راحتی البته در یه فرصتی مثلا به 10 عامل اصلی در رهبری، به 10 عامل اصلی در مدیریت رسید. حالا
پیشتازی و پیشروی اونها قصه دیگری است و مسئله بسیار پیچیده سیاسی اقتصادی اجتماعی حتی با بار فلسفی و اعتقادات مذهبی است و در نتیجه این رو با چکاپ من در یه برنامه دیدم که فردی ادعای آگاهی با مسئله رهبری داشت، ابدا بحث رهبری نبود، بحث آدمایی هست که به اصطلاح در اصطلاح ایرانی امروز بگن انگیزشی حرف بزنن، یعنی مردم رو کوشش بکنن به کار و فعالیت و پیشروی و امیدواری و خوشبین بودن و مثبت بودن و اینا کمک کنن. و خب معلومه در یه جامعه ای که دو گروه هستن یا عده‌ای نشستند و باید بلندشون کرد و هولشون داد، و یا دومی افرادی هستن که بسیار بلند پرواز و ماجراجو هستن و دنبال این هستن که کسی با افکار و عقایدی که برخی از اوقات حتی جنبه غیر واقعی و رویایی داره کمکشون برن. بنابراین سمینارهای به اصطلاح انگیزشی اینقدر رواج داره که حدی نداره، اما جنبه های بد و منفی او که اولا بسیاری رو به یک نوع بعدن یأس و نامیدی و هوپلس بودن میرسونه و حتی هلپلس بودن، و دوم اون گروهی که به اندازه کافی تند دارن میرند و خطرناک دارن حرکت میکنن و اینا پوششون میدن که بیشتر این کارو بکنن. و بنابراین شما بعد از بسیار از این جلسات حتی میزان خودکشی رو چون روش مطالعه کردن، حتی UCLA در این زمینه کار کرده، افزایش میده. بنابراین کسی که مدعی است من میتونم بحثای درباره مسئله مخصوصا رهبری داشته باشم، جای گفتگو، اولا رهبر در 200 سال قبل با 500 سال قبل و امروز و 200 سال بعد متفاوت، بنابراین به این صورت نمیشه درش آورد. دوم این رهبری در چه مرحله‌ای از حرکت و جنبش اجتماعی است، بعدم جهتهاش اقتصادی، سیاسی، استقلال و آزادی، فرض کنید رهایی از قید و بند استبداد و نوعی ظلم و بیداد، اینا بسیار متفاوته. و بعدم اصلا اون پیروان و اونهایی که هستن آیا از طریق خشونت پرهیزی حرکت میکنن، سیستم به گونه ایست که اونها رو به خشونت میکشونه، و نقشی که در اینجا هست به چه صورته. اتفاقا خوشحال میشم در خدمت شما و جناب محاسب شاید یه مقداری 5 تا 10 تا 20 تا از اون موارد اصلی رو بتونیم مطرح کنیم، ولی چون وقت کمی هست نمیخوام یه موضوع به این خوبی رو رهاش کنیم. این که میفرمایید مسئله رهبری، حتی ما در بحث مربوط به انقلاب یک رهبری داریم که در جهت آنچه که بهش میگن generalized belief یعنی باور تعمیم یافته حرکت میکنه، یعنی یه چیزی که زمینه رو فراهم میکنه برای یه آگاهی. این همون چیزیست که مارکس به عنوان شعور طبقاتی میشناستش، یعنی یه کسی نقش این رو داره که زمینه فلسفی، ایدئولوژی و یا حتی آرمان خواهی رو مطرح کنه. دوم کسیست که در جهت بسیج نیروها، یعنی اون mobilization که در اصطلاح جامعه شناسی بهش میگن mobilization of participants for action، یعنی اون بسیج نیروها برای عمل حرکت میکنه. و سوم رهبری است که وقتی در مقابل قدرت مخالف قرار میگیره، باش سوشال کنترل، حالا میتونه نقش ایفا کنه. متاسفانه بسیاری از انقلاب ها یا دیگرگونی های جهان توسط یک نفر از هر سه یا چهار مرحله گذشته و به همین که همه جا بهش آسیب های خورده و اون توانایی رو که میتونسته ازش استفاده نکرده. بنابراین رهبر سیاسی فقط، اجتماعی، رهبر اقتصادی، ایدال ها در چه زمینه ای هست، رفع ظلم و بیداد در جهت فرض کنید آزادی و آزادگی است، تو شرایط و وضعیتی است که از دخالت و حضور و وجود خارجی در امانه یا نیست، و یا اصولا چه به برداشت هایی در جهت شرایط موجود و آینده وجود داره. به همجاست که من در تجزیه و تحلیلی که همیشه مربوط به انقلاب بوده یا انقلاب ایران یا انقلاب مشروطیت، از اون مدلی که مال نیل اسمیلسر هست
که معتقد یه انقلاب از 6 مرحله میگذره، مرحله سوم اون جنرالایز بیلیفه، چهارمشون پرسیپیتیتینگ فاکتور، عاملای جرقه که مثل فرض کنید مهسا مطرح میشه، بعدش مسئله بسیج نیروها، سازماندهی، مدیریت، نوعی فرماندهی است، و بعدش وقتی در مقابل قدرت قرار میگیره، حالا نقش تاکتیکی تکتیکی جنگ و گریزی است که اونجا وجود داره. ولی شاید یه روزی اگر مایل باشید بتونید درباره ویژگی‌های رهبر صحبت کنید. ما شما در مورد هموطنان ما و ایران، ما با کلمه رهبر مشکل داریم. چرا؟ برای اینکه خب این به آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است، اینو گفتیم اسمش رهبر، قبلش هم آقای خمینی بوده. ما یه چیزی ساختیم از رهبر که جدای کلمه لیدرشیپ، همونجوری که آقای دکتر گفتن، شما لیدرشیپ با منیجر فرق کنه. لیدر کسی است که ویژن میده، آدم ها رو میاره به همدیگه، یک مومنتوم ایجاد میکنه و یک خاصیت هایی داره. من تو همون کتابی که گفتم پیش، همون کتاب You Are Not Them آخریش، یه چپتر راجع به این authentic leadership، یکی از کاراکتریستیک های اساسی یک انترپرنور، یک کسی که میتونه ایجاد میکنه، این مسئله authentic بودن leadership. یعنی شما مثل من نیستین، ما هر دو اگه یک کتاب هم بخونیم ما سیستم هم اون authentic بودن چندین فاکتور داره که اینا یکیه، یه پرینسیپال هایی که اینا یکیه. مثلا یکی مسئله تراسته، مسئله تراست اطمینان. یعنی یه لیدر موقعی افکتیو میشه که اون تراست رو داشته باشه، تراست از بقیه و بقیه بهش تراست داشته باشن، ولی این سه طرفه باشه. یعنی باید لیدر اول به خودش هم تراست داشته باشه، بعد مردم بهش تراست، بعد اون به مردم تراست بکنه، بعد مردم آخر بهش تراست میکنن. یعنی این نیست که من الان به شما بیام بگم آقا من تراست کنید من رهبرم، چیز نمیشه. بعد اول یواش یواش کارهایی بکنی که اون بهش تراست بکنن، کارمند، مردم، مجموع. دوم مسئله کارجه، یعنی شهامت. این شهامت فقط این نیست که به جنگ بریم و جلو بریم، شهامت اینه که بگه من اشتباه کردم، شهامت قبول مسئولیت. اینا یک لیدر خوب این شهامت رو هم داره که بگه این کار درسته، در موقع خطرم بره، در موقع ریسکم بره، وقتی هم اشتباه شد. یکی مسئله سیچویشن اورنس. آقای دکتر گفتن رهبرها یا لیدرها در دوران مختلف متفاوتن، یعنی همون کاری که شما الان میکنید نباید 20 سال پیش میکردید، 20 سال پیش میکردید الان نمیکنید. شما این آشنایی با موقعیت رو که درش هستید، آدمایی که هستن، ایشوهایی که هست، اینا دارید بر اساس اون تصمیم گیریاتون میشه. و حالا یکی دیگه هم مثل کامیونیکیشنه. یک رهبر خوب میتونه با تمام قشرهای مختلف صحبت بکنه که بفهمنش. یعنی یک کسی که فقط تکنوکراته ممکنه خیلی هم خوب صحبت بکنه، خیلی هم وارده، کلمات قلم به زلم به کار بداره و نتونه اون کانکشن رو ایجاد بکنه. وقتی شما من چینی حرف میزنم، شما چینی بلدید، شما کجا میدونید من چی میخوام، چه میخوام بکنم، قانعتون چطوری میخوام بکنم. پس ببینید مسئله رهبریت فرق میکنه تا مسئله ای که ما بهش نگاه میکنیم. رهبر رو ما جور دیگه ای در آمامون خب آره ملموسش کنید. ایالات متحده آمریکا گفته میشه که آمریکا الان از رهبری داره رنج میبره. خب اینا تو چه اصلا معنی نمیده. اصلا امریکا ساختار امریکا اصلا ساختار رهبری نیست. نیست. در یه مرحله نیست. درست پس که ببینید شما یه کسی مثل آقای خمینی رو میگید رهبر، گاندی رو میگید رهبر، برای که به دلیل شرایط خاصی که هست، همونطور که آقای محاسب اشاره کردن، اولا یه آگاهی داره. در خصوص این آگاهی آدمای آگاه رو کنار خودش داره. در خصوص این آگاهی دائما حاضر به تغییر و تبدیل و دگرگونی است، یا پذیرش مسئولیت و دگرگون کردن باورها رو در حد ممکن و محتمل میاره، نه در حد منتظر که ما میخواییم به یه همچی جایی برسیم که اونجا نخواهد رسید. بعدن مهم اینه که از چه توانی در جهت ارتباط برقراره.
من خاطرم هست بکنم تو کتابم نوشتم، مطالعات نشون میده که وقتی شما بهره هوشیتون بیشتر از 30 واحده نمیتونید عده‌ای رو دنبال خودتون بکشید و هدایت کنید. بنابراین نتیجتا رهبری یه لایه داره. مشکل من اینه چیزی من فکر کردم از اونوریه به دلیل که کمه کسی نمیاد دنبال. نه خب بایدی اینقدر زیاده کسی نمیاد، شما فاصلتون خیلیه جناب. آقای بایدن چقدر الان؟ اصلا اونا بحث رهبری نداره. جناب بیبودی بحث سیاست ببینید اشکال که بحث سیاست امریکا ماشین سیاست و راننده سیاسته، اصلا قصیت و مدیریت هم نیست. آقا اون راننده میگن ناشیه یا نه دیگه توانایی هدایت اتومبیل رو نداره. آخه جام میبودی این بحثا که به این سادگی ها نمیتونه، این که کاملا جهتگیری حزبیه یا جهتگیری عقیدتیه که میفهمم، مثل گفتگویی که بود که اصلا به نظر من اینقدر بی‌معنی بود که چه ارتباطی به موضوع نداشت. یعنی مثلا بهش گفتم برو خیابونه، مثلا فرشته رفته خیابون حافظ. خب آخه یادش رفت جناب میبودی، برای که حافظ رو به عنوان یه فرشته دیده جناب نه جناب میبودی خبر نداره فرشته رفته تو بغل حافظ. شاید به این دلیل رفته حافظ، بکرده فرشته رفته بغل حافظ. من میخوام چه واقعا تکلیف چیه کسی پشت فرمون نشسته؟ جناب شما دوست داری بگید جناب میبودی اصلا معنی نداره به نظر من. ببینید یه مقداری واقعا من همیشه عرضم این بوده که شرط اصلی و اساسی یه گفتگو اینه که سوال درست باشه، چون بسیار از وقت اصلا مشکل در سواله، یعنی پرسش از مسیر خودش نمیره. در یه جامعه مانند امریکا مفهومی به اسم رهبری نیست. چی داریم در ماشین سیاست و یه آدمی که راننده دارم. دقیقاً همون راننده دارم. الان شما نگاه کنید ببینید این راننده توانایی داره، یعنی نه مقصودتون شما میخواهید بگید سراغ آقای بایدن؟ نه میگم اون کسی که الان پشت روله کی هر کی آقای بایدن کسی جا میبره، چون شما یه قدی دفعه ناگاه شما بگید ما میخوام انتقاد کنیم. حالا ما مطمئن نیستیم که پشت روله ده، راستشو بگید. به همین جهت است که شما اگر نگاه کنید به یک کسی مثل شومپیتر، یکی از بزرگترین شما میشناسید دیگه اقتصاد دونای حیرت‌انگ، باورش اینه که یه گروه 500 نفره تمام سیستم اقتصادی اجتماعی سیاسی امریکا رو برش تصمیمات اساسی رو میگیرن و اونا هستن که در همه جا نقش و دست خودشون رو دارن و کارا رو پیاده میکنن. حالا میدونید که گفتن که خانم تیلور سویفت هم جزء همون گروه. من نمیدونم بابا در آورد. حالا میگن که مسابقه، میدونید که شنیدید که مسابقه فوتبال هفته دو هفته دیگه، دوست پسر ایشون تو تیم کانزاس سیتی بازی میکنه، دوست پسر تیلور سویفت. بعد گفتن تیلور سویفت طرفدار آقای بایدنه. اینا صحبتی کردن که سان فرانسیسکو ببازه مسابقه چیزو، کنزاس سیتی ببره، ولی وقتی برد خانم تیلور سویفت میره اون جلو میگه حالا که ما بردیم ما طرفدار بایدنیم. عجب این داستانه جامعی بودی. شما با یه درس دفعه قبل جناب محاسب یه نکته گفتم، من بعدن چون برنامه رو بازپخش شنیدم یه توضیح عرض کنم. یک، همه آدم ها حق دارن. دو، همه آدم ها آزادن هرچی میخوان بگن. سه، انسان ها با عقیدهشون هم خودشون عزیزن هم عقیدهشون محترمه، بحثی نیست. ولی اگر گفته بشه از هر 100,000 نفر یک نفر در امریکا بیشتر نیست که مسئله مشکل قلب رو بفهمه و تشخیص بده، معناش این نیست که بقیه نادانند و احمقند، منو چه کارشون همینه. شما من بفرمایید آیا مسائل اقتصادی سیاسی اونم با تمام پیچ در پیچ و تو در تو بودنش برای اکثریت مردم از دیدگاه علمی و آشنایی با مسائل روشن نیست؟ شما من میگید همه حق دارن، همه حق اظهار عقیده دارن، آزادی بیان حتی بر مبنای نظرشون، اکثریت چه 51% چه 99% هم میتونن تصمیم بگیرن که به صلاحشون نیست یا بعدا متوجه میشن همه اونا رو راحتی میتونن بفهمن. اشکال کار در این است که ما همچنان اولا یه نگاه سیاه و سفید داریم که یکی سفید است یکی سیاه و تموم شده رفت، نگاه خاکستری رو نداریم. دوم این که در چه دوره‌ای در چه زمینه‌ای میخوایم با چه جهت و هدفی کار بکنیم یا چه چیز برای من مهمه. یعنی من اگر فرض بفرمایید یه ثروتمندم، برای من تنها چیزی که مهم است این است که نرخ مالیاتی که من میدم رو یکی بالا میبره یا پایین به خاطر بالا و پایین رفتن همین یه مورد،
من باش موافقم و بشم رأی میدم. و یا درست من به عنوان اینکه فرض کنید یه ایوانجلیستم و یه باورهای عجق وجق مذهبی دارم که برخی از آدم حیرت میکنه در قرن 21، من به خاطر اینکه این آدم نگاه و نظرش با من موافقه یا مدعی چنین چیزی، به این رأی میدم، به اون یکی رأی نمیدم. حقم هست، آزادی هم هست. یعنی حالا بنابراین در اینجا شما دو تا بحث دارید، یه بحث علمی دارید وسط یه آدمایی که تا اونجایی که ممکنه یک باورها و اعتقاداتشون رو به حداقل رسونن، اینکه بی تأثیر باشه. دوم این که مایل هستند با واقعیت روبرو بشن و این رو درست میدونن. میشه گفتگو کرد. روزی که شما وارد بحث‌هایی میشید که متأسفانه برخی از اوقات ما میشیم، در اینجا اصلا بحث علمی نیست، استدلال اصلا واقعی، یعنی ابدا اصولی که در تجزیه و تحلیل استدلال نتیجه گیریه اصلا نداریم. تازه من به عنوان یه آدمی اصلا بحثم در سیدی یا یو اس بی افسردگی چیه؟ 12 نوع باور و اعتقاد و تصور و حتی تفکر، چون میشه گفت بهش میگن اوتوماتیک تا 12 تا موضوع، چون که اصل کاری این بازی 10 تا داره، من 12 تا 2 تا اضافه کردم. دلیل دیپریشن مردم، یعنی بیماری دوم سنگین جهان که آدم رو مچاله میکنه، نه چون غم و اندوه که نیست، غم و اندوه یکی از علائم افسردگی است، به موضوع نگاه من، تفکر و تعقل من مرتبطه. یعنی اینو به این دلیل عرض میکنم که یه زمانی هست که ما یه بحثی داریم کلی. این که خدمتتون عرض کردم، اصلا یه کسی به من برگرده بگه که آقای بایدن یا آقای ترامپ یا حضرت مسیح رهبر بود یا نه، یعنی من فکر کنم که خب یه سوالی است که خب. و به همجاست که اجازه بدید، جمله آخر برتران راسل یه جمله فوق العاده مهمی داره، میگه اصلا مسئله اصلی اساسی بحثا و فلسفه پاسخ به پرسش نیست، طرح درست پرسش. کاملا خیلی خوب، من تمامی حرفا رو زدم. بنابراین اصلا نظر من چیزی نیست به رهبری در امریکا نمیخواست. معنی نداره. ابتدا به ساکن نمیخواستی موضوع رو بحثی کن. از زمان آغاز جنبش زن زندگی آزادی به تدریج مردم ایران رفتن نشستن تو صندلی ها، ساز ها رو کوک کردن، نوت جلوشونه، دقیقا میدونن چی میخوان بنوازن، همه سرتون، یعنی یکی از ارکستراسیون های خیلی عظیم و بزرگ از این ملت، و میدونیم که واقعا به یک همدلی هم رسیدن، همه آماده، منتظرن یه نفر بره با اون بالا، یعنی یک نفر بره، رهبر ارکستر بره و اونا رو هدایت بکنه و بتونن ترانه رو بره، یعنی این اثر رو اجرا بکنن. میخوام ببینم این انتظارشون بیجاست یا اینکه هر کس ساز خودشو بزنه. نه خیلی آیه بذارید من بذارید صحبت شما رو جایا، این انتظاری که الان مردم دارن یک انتظار بیجاییست از اینکه حتما باید یک نفر بره اونها رو هدایت بکنه، یا اینکه نه آیه میبودید ببینید جواب داریم بذار جواب ببینید من اون چیزی رو که می دیدم این است که ما سیستم فکری ما ایرونی ها، من خودم هم اینجوری جز همون کالچر هستم، ما دوست نداریم کسی بره بالا، میخوایم یارو رو بکشیم پایین خودمون بریم بالا، یعنی رفتن بالا تا یکی میاد میگیم آقا این که رهبر نمیشه که. خب این قیاسه به نفس ما داریم به نسل خودمون داریم قیاس میکنیم، نسل خب جوان الان اینجوری نیست. این بیماری مصریه آقای ببینید، این بیماری مصریه. ببینید الان میگیم آقا بیاید 3 نفر 4 نفر با هم، تا میایم آقا این که پسر خالش مجاهده، اونم که پسر عمش میگه کمونیسته، اون یکی هم که فلانش بابا شاهه، اون یکی هم که پسر بس. خب اینجوری هیچ کسی نمیشه. پس این چطوری منحل کنیم ارکستر رو بگیم ارکستر که منحل بکنیم، ارکستر باید قبول بکنه که بابا این آخرین آهنگ شما نیست، شما دارین این آهنگو میذارین مارچ میکنین عوض نشدن، میخوام بزنم. خیلی خوب، ما این باورشون اینه که اینی که ما بزنیم یه دفعه سرمون کلا رفته اینا اومدن، ما الان هر کاری بکنیم دو مرتبه یکی دیگه میاد ما باهاش میمونیم، و به دلیل اینی که از این میترسن، هر کدوم به جهت خودشون جهتگیری میکنن. یعنی یک سری هم شما به این تجربه کنید، خود جمهوری اسلامی مشتبون اصلی این داستانه، یعنی شما از 10 تا تو این سوشال میدیا نگاه بکنین 9 تاش حرفای خودشونه، اینو میندازن به جون اون، اونو میندازن به جون اون، از این بعد میگن به اون، از اون بعد میگن به این. چرا؟ برای که نمیخوان
این اتحاد ایجاد بشه. آقای دکتر صحبت کردن راجع به استیج‌های مختلف، یکی از استیج‌هایی که قبل از این میشه که تغییر پیدا کنه اتحاده، یعنی باید اتحاد ایجاد بشه و بعد از اتحاد معمولا یک گروهی سر کار میاد. خب برابری رو تشویق کرد که این شخصیت بره اون بالا، یعنی رهبر ارکستر بره اون بالا بیسته دیگه. بله بله، باید مردم قبول کنه. نه آخه من 3 دقیقه وقت داری بالا شما بفرست. بسیار نه، شما بسیار باهوش هستید، میدونید عاقلید، من عقلم نمیسه، مثلا سوال رو نمیفهمم. یعنی الان شما ببینید فرضی که هست داری دارید نه سب کنید سال هستالی این است که یه 5 نفر یا 50,000 یا 500,000 رفتن سازاشون برداشتن، هم نوازنده بردن ایستادن، به رهبر میگن چه آهنگی بزنیم اون بزنیم. نه آقا دوتم جلوشونه، حالا یه رهبر باید بیاد این 50,000 نفر رو هدایت بکنه. جا می بودی اصلا همچین چیزی وجود داره که بطور هماهنگ این اثر رو اجرا بکنه؟ هر کس که نمیتونه ساز خودشو بزنه همچین چیزی حتی جلوشونه میتونه بزنه؟ نه نمیتونه. نه شما من میگید که او یه ساز ببینید رهبر میخواد، رهبر ارکستر میخواد. جامعه بودی هیچ کس نمیگه که هر چیزی را اگر یه فرض کنید میگید بفرمایید سر میز شما، خب یه نفر اومده گفته خب همم راه میافتن میرن، برای که تکلیف روشن. الان نکته آخر جناب محاسب رو ببینید، ما تو سیستم سیاسی هست همچین بحثایی نداریم. تو سیستم سیاسی این است که وقتی در یه شرایط خاص اقتصادی قرار میگیم، یک اول باید بریم به سمت ائتلاف. ائتلاف یعنی یکی دو تا هدف رو مشخص میکنیم، تمام اختلافا رو میذاریم کنار، مدتی رو این کار میکنیم تا کم به هم نزدیک بشیم. بعد از ائتلاف که کولیژن هست، میریم وارد مرحله اتحاد، یونیتی. حالا میایم یه کلیاتی رو باز انتخاب میکنیم کنار همیم، دو دسته، چهار دسته، شش دسته میشیم، با توجه به شرایط میریم بالا. ولی امکان نداره باز بتونیم سیستم رو به هم بریزیم مگر بریم به سمت یونیتی و وحدت و یگانگی. یعنی حالا این مسیری است که باید بریم. اشکال کار اینه که همونطور که آقای محاسب گفتن، این یه پروسه ایست که هم زمان خود نما میخوام که برسیم به اون مسیری که شما دارید اشاره میکنید، اصلا مسیر اتحاد یگانگی جانب... یه خود نما میخواد آخه بالاخره باید راه رو بلد باشیم. یه سنگ فرسنگ باید داشته جناب... باشیم بیدیم جناب... کجا ایستادیم جناب میبودی بذاریم بحث رو یه دفعه دیگه بکنیم. جناب میبودی اصلا همچی پرسشی وجود برای هیچ کس نداره؟ یه نفر الان بیاد برگرده بگه ما میخوایم با جمهوری اسلامی مخالفت کنیم، این جمعیت هم میگن باشه، بعد بهشون یه چیزی بگه یه عده فکر کنن این راه درستش نیست، به نفعشون نیست، این کار نمیکنه، مضر، ممنون نیست از توش چی در بیاد. من میتونم نوازندگان با نشه برن خونه. خب معلومه همینجوری که میرن، همینجوری که میرن جمع میبودی، همین است که آدما جمع میشن بعد میبینن. نه من انتظار داشتم که شما تشویق بکنید بالاخره مثلا کار اینو یونیتیشون حفظ بکنن، اتحاد یک پارچگیشون رو جایی که نشستن جای درست. آخه قصه با اتحاد یک پارچگی مثلا میشه علش. مهم اکشنه. ببینید شما باید 1, 2, 3, 4 من یک شاید هفته دیگه وقت دیگه چون یه نظری دارم میتونم خدمتتون عرض کنم که به نظر من مسئله رو حل میکنه، اونو بذارید برای که برای من بسیار مهمه، ولی میخوام خدمتتون عرض کنم اصلا یه همچین فرضی که شما میفرمایید از نظر صحنه سیاسی وجود نداره. نه در دنیای واقعی شما الان فرض بفرمایید یه جمعیتی مثلا رفت یه کنسرت نه جام میبود ندید از یه جرام میمونه یه دفعه بود به این داره جام میبود ندیدی جام میبود واقعا قد عجیبه جنام میبود قربونت برم اگر من آره یه قد عجیبه رویایی برای که شما میفرمایید واقعی جنام میبود جنام میبود. شما مثل اینمونی که من بهشون بگم چه بگید آدم شجاعی مثل شیره، من بگم دنبشکو. خب بس اون نیست. یعنی اون شما چرا هیچ چی نمیگید؟ شما معلوم نمیگن هیچ چی که طرفدار منم برادر. آقای من با یه صحبت آقای دکتر موافقم، یه قسمتش مخالفم. در اینی که اتحاد مهم نیست، اتحاد بسیار مهمه به نظر من برای بیشتر اینم اثبات شده است اجازه. ولی در اینی که اکشن بابا شما وقتی مگر در موقع مهسا در اون انقلاب در اون سیستم ما رفتیم 52 نفر گذاشتیم اون بالا، کانداکتور گذاشتیم، رئیس سمفونی گذاشتیم اینا زدن؟ نه، وقتی شما موزیک رو زدید این یک خودجوشه، این مثل این نمیمونه که از قبل پیش نوشته شده، این مثل ایمپروویزیشن، من نمیدونم فارسی چی میشه، ایمپروویزیشن اینه که 4 نفر آدم متخصص نشستن با هم اون تار رو میگیره، اون ضرب رو میگیره، میزنن کجا میره؟ به دلیل اینتنشنشون، به تایید تایبادشون به این جهتی میره که آهنگ خوبیست. این یه مرحله از انقلابه، کاملا درست میگی، مرحله خودجوش کاملا. ولی شما میرسید به یک نقطه دیگه
عملا از کف خیابون میاد کنار، من منتظر میشه. میتونیم بحث بکنیم راجبه این، من یه مقاله ایم راجبه دوره ایران و دیستریبیوتد لیدرشپ یه دفعه گفتم که متفاوته با اون چیزی که شما تصور میکنید. تو لطفی که ممنون، تشکر، خدا نگهدار. نوچه آخریش چیز نداری؟ خداحافظ. خداحافظی شما چی؟ خداحافظ، خدا نگهدار. به آفرین خداحافظی نمی کنید. به آفرین، خدا نگهدار.